اجازه بفرمایید تا چگونگی گفتگوی جدعون با خداوند و اثبات پیام خدا توسط تغییر شرایط محیطی موجز آسا را از کلام خود او در کتاب داوران فصل 6 و آیات 36 تا 40 مطالعه کنیم در کتاب داوران فصل 6 آیات 36 تا 40 میخوانیم، آنگاه جدعون به خدا چنین گفت اگر همانطور که وعده فرمودی واقعا قوم اسرائیل را به وسیله من نجات خواهی داد به این طریق آن را به من ثابت کن من مقداری پشم در خرمنگاه می گذارم اگر فردا صبح فقط روی پشم شبنم نشسته باشد ولی زمین خشک باشد آنگاه مطمئن می شوم که قوم اسرائیل را به وسیله من نجات خواهی داد عینا همینطور شد صبح زود که او از خواب برخاست و پشم را فشرد به اندازه یک کاسه آب از آن خارج شد آنگاه جدون به خدا گفت غضب تو بر من افروخته نشود اجازه بده تا فقط یک بار دیگر امتحان کنم این دفعه بگذار پشم خشک بماند و زمین اطراف آن از شبنم تر شود خداوند چنین کرد آن شب زمین اطراف را شبنم پوشانید اما پشم خشک بود آمین خب عزیزان با مطالعات این آیات می آموزیم که با تغییر غیر طبیعی شرایط یعنی نشستن شبنم بر پشم و خشکی زمین و روز بعد برعکس آن خداوند با به نمایش گذاردن قدرت موافق و طبیعی خودش به جد اون ثابت نمود که در حقیقت خود اوه که از چنین درخواستی را نموده و خود او هم وی را در مأموریتی که به جد اون داده بود پیروز خواهد گردانید دوستان این نباید برای ما تنها شرطی باشه که پیام خدا را تشخیص بدیم و بعد از اون اطاعت کنیم. اگرچه خداوند برای درک او از پیامش با جدعون همکاری کرد، ولی این نباید امروزه برای ما نمونه و خط مشی باشه. ما نباید برای خداوند تکلیف تعیین کنیم و اون وقت از خواسته او اطاعت کنیم. ما عزیزان در موقعیتی نیستیم که به خداوند بگیم در چه صورتی فرمان او را اطاعت می کنیم و در چه صورتی نه ما باید به عنوان ایمانداران بالغ و رشد کرده در مسیح قادر بشیم تا صدای خداوند را از بقیه صداهای موجود این دنیا تمیز داده و پیام او را برای خودمون درک کرده و به بهترین وجه اطاعت کنیم در درس اول و دوم از سلسله درس های گوش دادن به خداوند آموختیم که چگونه ما به عنوان فرزندان خداوند با کمک روح مقدس ساکن او در ما قادریم تا صدای او را تشخیص داده پیام او را شنیده و باز با کمک روح القدس قادر خواهیم بود تا هر آنچه را که او از ما میخواد اطاعت کنیم عزیزان خداوند حتما ما را در صورت اطاعت کامل از او برکت میده و به پیروزی میرسونه کلام خدا در ابرانیان فصل دو و آیه یک میفرماید پس بر ماست که به آنچه شنیده ایم با دقت هرچه بیشتر توجه کنیم مبادا از آن منحرف شویم خب دوستان حال در اینجا به شناخت ششمین روش و طریقی که خداوند امروزه با ما صحبت میکنه میپردازیم طریق ششم صحبت خداوند با قومش توسط فرشتگان خود او بوده عزیزان کلمه فرشته به معنی پیام خدا می باشه در کلام خدا می خونیم که چگونه او به وسیله فرشته ای با والدین سامسون با مریم مادر عیسی مسیح با پتروس و افراد بسیار دیگری در طول تاریخ صحبت فرموده خداوند فرشتگان خودش را برای به انجام هدفی مشخص و اعلان پیامی واضح با اراده الهی خودش بر افرادی ظاهر نموده این خواست خود خداونده که کی چه موقع و بر چه کسی فرشته خودش را ظاهر بسازه ما تشویق نشدیم که برای دیدن فرشتگان و دریافت پیامی از آنها دعا کرده و اقداماتی به عمل بیاریم دوستان متاسفانه امروزه عده کثیری از انسانها بر این عقیده اشتباه هستند که اونها میتونن با التماس دعا و استقاسه از فرشتگان بخواهند تا با آنها ملاقات کنند. ولی این تعلیم را کلام خدا به ما نمیده به ما تعلیم داده نشده که از فرشتگان برای کمک راهنمایی در امری شفای مرض خودمون و کمک خواستن در مشکلات درخواست کنیم عزیزان فرشتگان فقط تحت فرمان خود خداوند عمل می کنند فرشتگان موجوداتی روحانی هستند که خداوند را خدمت می کنند آنها به فرمان من و شما به چپ و راست نمیرن و عملی را انجام نمیدند. به من و شما هم هیچ تعلیمی در کلام خدا داده نشده تا چطور با فرشتگان در ارتباط باشیم. دوستان با مطالعه کلام خدا در میابیم که چگونه فرشتگان خداوند بدون دعوت از آنها به ناگهان به افرادی که خداوند منظور داشت بدون هیچ اطلاع و اختار قبلی ظاهر می گردیدند. مطالعه کلام خدا همچنین به ما می که ظاهر فرشتگان خداوند بسیار پرهیبت و با شکوه حضور این فرشتگان دوستان انقدر پرهیبت و پرشکوه می باشه که در بدو گفتگوی خودشون همیشه به مردم میگفتند، ترسان مباش فرشتگان پیام خدا را به افراد اعلان می داشتن. پیام آنها همیشه بسیار مستقیم مشخص و قابل فهم برای شنوندگانشون می بود فرشتگان بعد از اعلان پیام خداوند از نزد شنوندگان خود می رفتن. دوستان فرشتگان خداوند وارد بحث درد و دل و گفتگوهای طولانی با شنوندگان خودشون نمیشند فرشتگان با شنوندگان خودشون دوستی و معاشرتی دراز مدت هم به وجود نمیارند فرشتگان وقت زیادی برای توضیح و تشریحات طولانی و کمک های طویل المدت هم صرف نمیکنند دوستان در سراسر کلام خدا فرشتگان بر زنان و مردان متعددی ظاهر گردیدند کلام خدا فرشتگان را خادمین به او میشناسونه موجوداتی که صرفا برای کمک و اعلان پیامهای خداوند به ما از سوی او بر ما نازل می گردن. دوستان اینجا لازم میدونم که باز هم تایید کنم که کلام خدا به سراحت هرچه تمامتر تعلیم میده که فرشتگان فقط و فقط به خواست و اراده خود خداوند بر اشخاصی خاص برای رسانیدن پیامی خواست و یا کمک و مددی خاص و مشخص ارسال می‌گردند.